نای الله رب العالمین و ایثار درود بر رسول گرامی علیه الصلاة والسلام. برادران و مخلصان قرآن کریم در هر گوشه دنیا که هستند، امیدوار هستم از نعمت صحت برخوردار باشند و آنانی که بیمارن بیمار دارن منتظر دعای شما ان. الله رب العزت بیماران را صحت و توفیق طاعت نصیبشان بگردان. همان گونه که عنوان درس ما درس بیداری یک نام بزرگ است، گرچه از یک شاخه هنوز فارغ نشده ایم، اعتراض و شبهه دیگری مستشرقان و عالم عقلگرایی ایست. قرآن کریم یک وثیقه مخطوطی هست که پیامبر او را قرآن نامیده است. عنوان درس امیز وثیقه را همه میفهمین، یک سند است، یک قباله است، یک اعتماد خط بوده از کسای دیگری و خلاصه در یک جمله شبهه دین ستیزان امیز. قرآن وثیقه قدیمی و خطی هست که پیامبر نام او را قرآن نامیده است. در برابر این سؤال‌ها باید گفت اول یک فرهنگ است. از اسلوب قرآن کریم سؤال را گهی گهی به سؤال جواب داده می شود و ای را الزام میگین، تبکیت میگین، اسکات میگین، یعنی چوب ساختنی مخاطب. دوستان گهی میگن که شیخ لغت میگه ما نمیفهمیم. وقتی که من افهام و تسکیت گفتم اسکات، معنا کردم چوب ساختنی مخاطب. قرآن کریم ارتباط یهود زمانی که بحث ها می آورد و یهود و نصارا میگن که ما به کتاب خود ما ایمان داریم و به کتاب دیگران ایمان نداریم. این مثال برای این میگم که سوال را به سوال جواب دادن اسلوب، روش و زبان و عرف قرآن است. قرآن میگه فلیما تقتلون انبیاء الله، سوال به سوال جواب می دهد. می فرماید اگر شما به کتاب خودتان صادقانه باورمند هستید، چرا انبیا را به شهادت رسانیدید؟ در کدام حاشیه و گوشه کتاب تورات نوشته بود که انبیا کشته شوند؟ در کجایش بود؟ اینجاست که مخاطب در این ادعا که به کتاب خود ما ایمان داریم بند میمانه، چپ میمانه، به اصطلاح اردوان ها پر میشه، ملزم میشه، دیگه جواب باقی نمیمانه. سبحان الله. فرهنگی یا جواب سوال را به سوال اسلوب و روش قرآن کریم است. لذا ما از این روش نمیبرایم. ما میخواییم امی پیشنهاد و امی سوال و شبه را به سوال جواب دهم. اول نخستین سوال امیست که فا این کانت تلک الوثیقه. سوال اول اینجاست که از نظر شما به تنزل، تنزل به این معنا نعوذ بالله تسلیم کنیم گپ شما را، امی وثیقه در کجا نگهداری میشد؟ در کدام موزیم بود؟ در کدام مرکز آثار عتیقه و تاریخی بود؟ جایش بر ما بگوین. این رقم به اگر مگر و به شک و تردد نمیشه. کتابی که 14.5 سال عمر داره اینا وثیقه خطی قبلی میدانن قبل از رسالت. اما سؤال ما را جواب دهید که فا این کانت تلک الوثیقه. امی وثیقه در کجا بود؟ یک سؤال. دومین سؤال امیست که ولماذا لم یعثر علیها غیر محمد صلی الله علیه وسلم و هو امیون.
دومین سوال امیست، چرا به این وثیقه‌ای که در موزیم و در مرکز آرشیف دنیا مانده شده بود بغیر از رسول گرامی صلی الله علیه وسلم هیچ کسی با خبر نشد، اطلاع پیدا نکرد، در حالی که رسول گرامی هم خطخانم نبود که در موزیم در آمده باشه و خوانده باشه از میانی یک در مدونه ها یک قرآن را به عنوان یک وثیقه انتخاب کرده و نامش را قرآن مانده باشه، چرا دیگران اطلاع پیدا نکرد؟ خوارف است. جواب ترکی را به چی باید داد؟ به ترکی. امو رقمی که اعتراض میکنن اعتراض بشنون. هدفم ای است که درسی بیداری در عین حالی که یک بحث مشخص داره، امیدوار استم به مخاطب انکشاف ذهن دهد، این تو روشنایی فراخی در ذهن بیاید. در بعدی سوالاتی که هیچ ما نخوندیم اگر از آدرسی پیش شوه دمو گپ خود نفر متوجه باش، دمو گپ خودش، الله رب العالمین رحم کنه. معتزله را از بخاری حدیث بگو میگه ای خبر واحد است، برش بگو که امی تو که میگه ای خبر واحد هست، امی کدام متواتر است؟ یعنی هر چیز به جای خودش. بابه میگفت چلی امو خنزیر که در زمین ها میایه مسئول زمین خوب میفهمه که با چی تخنیک از کجا پیش شود. هر کس به تخصص خودش، کسی به خوردن شوربا تخصص داره، کسی به انار، کسی هم به خوردن عم، و کسی به تحقیقات علمی تخصص داره. هر کس بیاین. دومین سوال امیس، سومین سوال امیس که رسول معظم کی آدرس داد؟ این وثیقه تاریخی که به خط دست نویس بود امیره کی آدرس داد؟ فرض کنیم که کسی آدرس داده، به جای از اینکه کتاب را رسول گرامی به خود تنظیم کنه و نامش را قرآن بانه، چرا امو کسی که رهنمایی کرد چرا خودش می کار نکرد؟ چند سوال شد؟ در نظرم 4 تا شد. سوال اول امیست که این وثیقه، نعوذ بالله، که به قول اسلام ستیزان وثیقه است، به کجا نگهداری می شد؟ در کدام آرشیف؟ در کدام موزیم دنیا؟ یک. دوم این است که غیر از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا یگان نفر دیگه اطلاع نیافته می را بگیرد، در حالی که خودش خطخان نبود؟ سوم این است که کی دلالتش کرد؟ کی رهنمایی کرد؟ آدرس کی داد که یک کتاب قیمتی یک جای از امیر بیگی به خود نسبت کن؟ چارم امیس که امون نفری که رهنمایی کرده چرا خودش امی کار نکد که رسول گرامی کرده باش؟ چند سوال است؟ سبحان الله، سبحان الله. پنجمین سوال که به ذهن من میگردد او ایست، ای کتاب از کدام قرن، از کدام عصری بوده؟ آیا هزاران سال فاصله داشت یا از معاصرین رسول گرامی بود؟ اگر هزاران سال فاصله داشت، در میان هزاران سال چرا یگان نفر پیدا نشد که این وثیقه را به دست بیاورد؟ اگر از معاصران رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هست، چرا آرام نشست که کتابی که از آدرس او باشه و دیگه کس دزدی کنه؟ در نظام اطلاعات و فرهنگ امروزی این جرم است. کسی کتابی کسی را به نام خود کنه، از آدرس قانون و مقررات نظام پیشرفته 14.5 سال بعد، این جرم است؟ اصل نیست، جرم است. خلاصه عزیزان من، این یک فعل فرضی است. اگر گفته شود که صوفیان جنگل، گوشنشینان جنگل ای را اختراع کرده بودند، یا علمای امو یهود نصارا یک جای حفظ کردن رسول معظم گرفت، ای باورمندی ما را، قناعت ما را حاصل نمی کن. این قناعت را حاصل نمی کند. چرا؟ زیرا برای این که حقیقت قرآن از توان بشری بالاست. حقیقت قرآن کریم از چی بالاست؟ از مستوای بشریت بالاست. در این داستا که کلام ربانی و بشری نیست، ما داشتهای خود داشتیم و گذشت. لذا به هیچ وجه
کسی را باور نمیکنه که وثیقه قدیمی باش. حقیقت ایست ما ملتای ادیب، ادیب خو میفهمین، شاعر، ادیب، اندیشه نویس، یارا که میبینیم نوشته میکنن، نوشته که میکنن با چی میکنن؟ آثار غیر دزدی میکنن. یادتان است؟ میپالن که حرف قیمتی در کجاست، حرف قیمتی یا حرفی که از تهمت در امن است در کجاست. اونمو تو حرفا را پیدا میکنن، باز در صاحبش نسبت نمیکنه. امو تو رسنی؟ امو تو حرفا را پیدا میکنه، به کی نسبت نمیکنه؟ به صاحبش نسبت نمیکنه. اما هیچ کس ندیدی، هیچ کس ندیدی که حرف از خودش نوشته کنه و به دیگران نسبت کنه که از دیگران است. جمله را یاد بگیرین، ما در سیستم ادبیات و اندیشه نویسان و آنانی که قلمی رسا و قامت استوار در این باب دارن، داریم کسایی را که سخنان دیگران را دزدی میکنن. اما کسایی را برم پیدا کنین، حرف قیمتی باشه، مضمون بهش بها باشه، بعد نوشته کنه اما به دیگران نسبت کنه. فکر میکنم به غیر از این که خطر امنیتی داشته باش، دیگه کسی کار نمیکنه. و ایمان بگو میکنه؟ نمیکنه. یکان وقت ما یک چی دارم، شما مطایبه میگین، یک تطریب، هرچی که میگین، در عیدها یکان مضمون نوشته میکنم به تبریکی عید. اما اوج هدف ما اصلی مو تمثیل و کنایات و عبارات تشبیهی خیلی عجیب و غریب است. باز یک سال نوشته کردم به عید، ماشاءالله مولی صاحبای بزرگوار او را دزدی کردن، با نام مرم حذف کردن از صفحه های خودشان نشر کرد. بتون کاش که اخه مطابق به قانون میگفتی که امی کاپیس از قلمی کیس از فلان. یعنی هدف هم در اینجاست، این گراهش طبیعت ادیبانه و اندیشه نویسان تاریخ در امتداد تاریخ است که حرف خوب دیگران را، حرف بیشبهای دیگران را از خودش به مردم و حلقه خود میگوید اما غرابه کده میگه، ولی به کسی نسبت نمیکنه. چنان وانمود میکنه گویا که خودش گفته باش. اما ای تو کس ما ندیدیم که حرف بیشبهای خودش نسبتش به دیگران کرده باش. او دیگه مگر امام ابو یوسف، امام محمد باش رحمت الله علیهما، شاه ولی الله رحمت الله علیه میگه در حقیقت اردو مجتهدن، مقلد امام ابو حنیفه نیستن، تبرکن خدا به ایشان نسبت میکنن. یک برداشت شاه است. پس به هر صورت او یک مثال بود و گفتم. یعنی پس میایم سر اصل مطلب. عقل دانشمند قبول نمیکنه، واقع و تجربه نمیپذیره که قرآنی کریم کتاب کسی دیگری باشه و اون نسبتش به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شو کتاب رسول از الله، یعنی ای از دیگه کس باشه، ای خود مطابق و اصول نیست. امیدوار هستم شما مطلب مرا گرفته باش. صدای تا نبشنو مطلب گرفته نی؟ اینی عامیانه گفتم بیخی. یک کودک هم گپ خوبی خودش به دیگران نسبت نمیکنه که فلانی میگه، میگه جانی پدر ما بودم که گپ کشیدم، فکر تو ده ای نمیرست، کلانا را خدا جایش بمان. یک لاف دیگه هم میزن، از لحاظ علمیش ایر منتحل میگن. بازخوا کسی که حرف دیگرا را میگیره باز به خودش نسبت کده میگه، او را به نام منتحل میگن، دزد سخن میگیره. پس به تناسب این یک بحث شد، بحث بسیار علمی و اصولی. ما نمیپذیریم که قرآن یک وثیقه تاریخی از دیگران بوده و پیامبر گرفت و نامش قرآنی کریم ماند، به عقل و منطق باید جواب داد. آرام خو نمیشینن خواه. به ازبیکی میگه که گپ گپدن چقدر، به فارسی میگه گپ از گپ میبرایه، به پشتو میگه خبری تر خبری نراوزی، به هر زبان امی گپ است. آلی آرام نمیشینه، میگه نه دیگه گپ است. اینجا محمد صلی الله علیه و سلم، نعوذ بالله بگوین، همه ای وثیقه را گرفت به الله نسبت داده، به خودش نسبت نداد، ای را به الله نسبت داده. چرا به الله نسبت داده؟ زیرا که ملت ها
با او کلامی که از الله باشه کدام حرمت و احترامی که دارن به کلام مردم و بشر ندارن. به دلایلی که برداشت مخاطبان عصر امی بود، هر چی که به الله نسبت میشد قابل احترام بود، هر چی به الله نسبت بود مردم به احترام ویژه قبول میکردن. فلهازا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم این وثیقه را دریافت کرده و نسبتش به الله داده به خاطر که مردم با حرمت قبولش کنه. خب گپ از گپ پیدا میشه، آرام نمیشه. الله رب العالمین رحم کنه. وقتایی که من جوان بودم میگفتم که امی عمرتان در چرا مصرف نکنی وگرنه از کلی برنامه ها میمانید. من یک وظیفه خانگی میدادم به عنوان واجب منزل، او امیست یک گزارش بیار که فلانی یک کسی را زد. من دیگه میشانم این نفره، میگم کیست؟ فلانی. میگم اول نسب و شهرت یزیرا تا آدم در یک شجره برم بیان کو که میزاریب کیست. بعد از او به چی زده؟ وی غنچه است. غنچه است چیز؟ درخت. درخت چیست؟ توت. توت از کی بوده؟ کی شانده؟ چند سال عمر داره؟ خب به همین منوال باز از این میاییم در مزروب فکر میکنم که کاملا عمر انسان به این تحقیق مصرف کنه یک چرا را پیدا در اینجا سوال تحقیقیش داده نمیتانه. چی خوب است که از آغاز کار پشت چراهای بیمفهوم نگردیم، به اساس اصول و فرمول پیامبر صلی الله علیه وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، از حسن ایمان یک انسان میست دنبال مقاصد می باشد، دنبال غیر مقاصد حرکت نمی کنه. شما که به این حلقه های هفته میایین به عنوان یک مقصود بزرگ عنوان کرده بیایین، به نیت دفاع از دین و خدمت دین بیایین. لذا این اعتراض همی همیش در جواب دانشمندان گفته ان این قیاس از دو لحاظ فاسد است، هم در نفس خود فاسد است، هم در اساس خود فاسد است. در نفس خود خودیم قیاس فاسد است، با عنوان کدام اساس و تهدابی که بنا شده اون فاسد است. بنای فاسد به فاسد چی می باشه؟ بلند بگو فاسد. ما یکان جمله را رمزن میگم با شرحش از ما چی نکنین. گفت که بچه کیستی؟ گفت بچه بعره. بعره یک چیزی را میگه، بازو دیگهش یک چیز دیگه را گفت، نوشته کو گفت. خلاص من این فهم که چند نفر فهمید دیگه، به هر صورت یعنی که خراب شد دیگه، بنای فاسد به فاسد فاسد است. خیر بسیار تشویش شدین، به عرب پشقل میگه. خب به هر صورت هدفم در اینجاست عزیز دلم که در ذات خود فاسد است، تهدابش هم فاسد است. بنای فاسد به فاسد چی میباشه؟ بلند بگونه بنای فاسد به فاسد فاسد می باشه. هرچی در نفس خود فاسد است چرا؟ خب دقیق متوجه باش عزیز دلم، به خاطر که محمد صلی الله علیه و سلم تنها قرآن در اختیار ما قرار نداده، حدیث رسول گرامی هم است. چی هم است؟ در بخاری مسلم به تعبیر بابا هم احادیث رسول صلی الله علیه و سلم مانند ریگ دریا در اختیار ما هست نیست؟ او را خو قال الله نگفته؟ قال الله گفته؟ او که اگه گفته باشه حدیث قدسی میش، اما احادیث قال الله نداره. وقتی که قال الله ندارد شما گفتین مقصدش از نسبت به الله چیست؟ حرمت و احترام است، خیلی احادیثش قبول نمی کنی؟ این رقم قصص ادم نفس خود چیست؟ دم نفس خود باطل است. ارباب لغت، صاحبان لغت یک، کسایی که درایت به فنون قول دارند، اونا با وضاحت می دانند که در میان قرآن و حدیث فرق است. در میان قرآن و حدیث فرق است. امیالی من حافظ قرآن نیستم، تو نیست. وقتی که یک کسی یک عربی را بخونه بگه امی قرآن است، حدیث بخونه بگه قرآن است، سلیقه انسان متخصص با آواز بلند ندا میکنه که قرآن نیست. یک سلیقه است، یک ویژگی است، ایره نمیشه که به لفظ تعبیر کرد. بازم اگر بسیار تشویش استی یک آدمی که
خواهشی ازدواج نداره. امیگه پکی من میزنم شما مطلب بگیرین. خواه یک سال همه خانواده نشسته است، یک خانم سوال کرد گفت شوهرم یک مشکل داره. گفتم مهربانی؟ گفت کفش چپا میپوش. من میگم البته نابینا هستی. و می مکس کردم یا گفتم نفهمیدم، تبسم کرد گفت نفهمیدی؟ گفتم عالی فهمیدم. الله رب العزه رحم کنه شما بفهمین. یعنی کسی که خواهش انسانی در ازدواج نداره، هر قدر که ده او گفته شوه که ای چی یک کیفیت داره، او نمیفهمه دیگه. یعنی می بحثی یک سلیقه خاصه که میان قرآن و حدیث فرق میشه، این کاملا یک چی داره، یک سلیقه خاصه است که هر کس نمیداشته باشه. گرچه یگان وقت ما که همچو تو طلبه بودیم، عالم طالب العلم استم، امی استاد که قصه میکرد میگفتم در جای امی قصه می درس که بخونه یک دو خط پیش میره دیگه. عالم ما با خود میگفتم که اگر من آموزگار شدم قصه نمیکنم، لکن یگان جای ناگزیر میشادم. سفر داریم در سالنگ شمالی، چهار نفر هستیم، مولوی و طالب العلم و تبلیغی حضرت، مرکب از چند قشر است. باز امیر صاحب گفت که ملای ما عجب یک تبلیغ کرد. من گفتم چی گفت؟ گفت فضائل جهاد بیان کرد. گفتم با در فضیلتش چی گفت؟ گفت که به شش دلیل شهید از پیغمبران فضیلت داره. باز من گفتم یارا تو یک زنگ بزن در کجا دیدی؟ زنگش زد گفت در کتاب امام قرطبی رحمت الله علیه تفسیرش دیده. گفتم گپ شد، برش بگو که اوجا بسند گفته یا گفته شده و روایت شده گفته. دوباره زنگ زد گفت نه بسند نگفته، گفته شده و روایت شده. باز ما برای امیر صاحب گفتم که پروردگار مرا یک سلیقه داده، امی حدیث نیست. گفتم او طور است؟ ما گفتم حالی من خود در سفر هستم، یه حدیث نیست. از هرات برگشتیم در خانه ما که مزار آمدیم، گفت که آلی بگو. گفتم ما برادر مانده و زل هستم، بان که ببینم. بازی رفت پیدایش کردم یک جای، بعد گفته که این سخن اصل و اساس خود نداره و نداره، توهین به رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و به تمام انبیاست. هدفم ایست که یک سلیقه میخوای، یک سلیقه خاص است. خب بس است، میاییم که سلیقه ها بین قرآن و حدیث فرق اساسا میدانن. در حدیث خو قال الله نیست. اگر قرار بود که مقصد پیامبر از نسبتش قبولاندن سر مردم به حرمتی که به الله دارن، خیلی حدیثش چرا قبول کردن؟ باز حدیثش چرا 14.5 سال مورد قبول جهان است؟ هم نمیشه. و حرف دیگر ما در این رابطه امیست، با تاریخ 14.5 سالش، با شهادت دوست و دشمن به صداقت قرآن، قرآن خو وثیقه شد. امی تو کی میگی وثیقه است؟ چی سند داری؟ در گپ من نرست. با شهادت دوست و دشمن، با 14.5 سال عمرش تو قرآن نمیدانی، امی گپ خودت چطور باور کنم که یک وثیقه است؟ کتاب نیست، با اسناد خود تو قبول نکردی، بی اسناد چی ما چطور قبول کنیم؟ یک وقتایی در سرزمین الله رحم کنه خیلی قضایا بود، میگفتن که گشتنشان، نمازشان، روزیشان، عباداتشان همه مطابق مذهب امام صاحب، مگر فکرتان باشه که یا مذهبی ها نیست. باز ما میگفتم با می اسنادی که یا دارن نشدن، تو بی اسناد چطور نیشی؟ الله رب العزت رحم کنه. گفتیم که در اساسش هم فاسد است، در چیزش هم فاسد است، در اساسش هم فاسد است. خب صحیح، چطور می اندیشی پیامبر معظم صلی الله علیه وسلم با یک کار بزرگ اقدام کرده باش، با اون جهم فرمان برداری از وسایل غیر مشروعه کرده باش، فرمان برداری از وسایل چی کرده باشه؟ غیر مشروعه. یعنی امی کار خو غیر مشروع است که گپی یک کس به دیگه کس نسبت شوانی، یا برو از یک جای پیدا کو بگوی گپی الله است. پیامبری که سبحان الله قبل از رسالتش هم به امانتداری مشهور بوده، قبل از رسالت هم به چی مشهور بود؟ به امانتداری مشهور بود.
هرگاه که قبل از چیزشم رسالتشم به امانتداری مشهور است، چطور میتوان قبول کرد که کتابی یک وثیقه شخصی را گرفته و او را با بدروغ به الله نسبت کرده و گفته که بینی دلیل؟ با او را خود قبلا خواندیم که ولو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه وسلم یک سخن دروغ هم به ما نسبت کنه، رگ دلش را قطع میکنه. به الله رب العزت پناه بردن در کار است. ای وسائل غیر مشروع را به رسول نسبت ندهم. اینا یک قیاس کردن اسلام ستیز، قیاس شانمیز در جهان و در نظام سازمان ها و جامعه جهانی یک اصول است، شما درک نکردین. اگر کرده باشین خیره، مرا معاف کنین که من گفتم درک نکرد. اصول شانمیز برای رسیدن به مقصدی که خودشان او مقصد تعیین کرده ان، می فهمین، از هیچ مفسده دریغ نمی ورزن. به این معنا از دروغ قنطره و پول ساختن که از مسیر بحرها تیر شوند از بامی دروغ که تا به هدف برسن. از دروغ سلم و زینه فضایی دارن، اگر قرار باشه که به آدرس دروغ به فضا بروند، باید از دروغ همی تو یک زینه داشته باشند به با او مقصد غلط. و در عین حال از دروغشان یک سنگ آسیابگونه قطب دارن تا کل دنیا را در گرد از او چی بتن؟ دوران بتن. پس قطب و ساختار زندگی جامعه جهانی از دروغ است. یک، پولهایی که عبور میکنن به اهداف شوم برون از دروغ است. دو، زینه های فضایی که بلند شوند نیز از دروغ است. سه، امی سراسر کارشان دروغ است. از ما نرنجن، هیچ دانشمند نرنجن. ما به اساس یک تخصص علمی گپ میزنم، از کوچه و بازار و شنیدگی های بی اساس نه، مطالعه ای که به منشور سازمان ها مدارم و برداشتی که از سازمان ها را منشورشان با عملشان دارم، بجز از شکلیات کاذبانه ساختن شخصیت های کاذب، هیچ بحث صداقت در نظام زیاد دیده نمیش. یا از همی فکر کردن که شاید هم مثل که سازمان و جامعه جهانی از آدرس دروغ خواستن خود به جهان مطرح کنن و حرفشان به کرسی بشینه، هر نظامی را که جامعه جهانی شناخت مشروعیت داره، ویزه، پاسپورت، همه چیز نکاخت، اگر نشناخت نداره، در حالی که بنیادشان هستیست از دروغ. میگه شاید محمد هم امیتو یک اصل دنبال کرده باشه، امیتو یک اصل دنبال کرده باشه که خود مطرح کنه و محور او باشه، حرف اول از او باشه و مردم در گرد از او جمع باشه. این قیاس در اصلش فاسد است. این قیاس به این دلیل در اصل و در اساسش فاسد است، زیرا اساس یزی از خودشان است. الله رب العزت رحم کنه. تاریخ کاملا گواه است که این قیاسشان در اساس فاسد است. چرا؟ زیرا که دشمنای پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم قبل از رسالتش به امانتش به صداقتش گواه بوده است، بغیر از صحابی خودش، همه مردم امین، ملقب به امین بوده. امیدوار هستم که امی جواب گرفته باشین. یک صدای تا نبشنم که گرفتین یا نه. پس تا این دم سوال ای بود که قرآن یک وثیقه مخطوط در قدیم بوده و پیامبر گرفت و به الله نسبت داد یا به کسی نسبت داد، کاملا به اساس برآمد. دلایلم از عقل و دانش و تجربه و ادبیات و اصول انسانی گفتم، نه از قرآن و حدیث. زیرا جواب ترکی را به چی باید داد؟ جواب ترکی را به ترکی باید داد. الله رب العالمین رحم کنه. یکش امیس. دوم ای است، در خود قرآن مواردی است که به صدای بلند به اسپیکر عالمی صدا می زند که من وثیقه نیستم، من کتاب الهیم. مثلا زمانی که شما ببینین سیرت خومه خانین خواه، یک نفر گفته بود قرآن یک قرآن از زبان قاری فاروق در کار. یعنی سیرت خومه خانین، وقتی که اگر ترتیب نباشه و سوال دشمن بیایه، از سیرت جواب به دل تو گشتن بسیار مشکل است.
شما شکنجه ای را که صحابه کرام رضوان الله علیهم در مکه می دیدن در سیرت ها خوانده نخوانده؟ بلند بگو. در ریگ های گرم لگدمال نمی شدن، بگو نی؟ ولی اجازه از خود دفاع کردن یا نداشت، حداقل از وطن می بر آمدن نی؟ کاری از یا کاملا مربوط به چیست؟ به اجازه است. تا زمانی که وحی نمی آید، تا زمانی که فرمان الله نمی آید، هیچ کسی هجرت نمی کنه. همون تو نیست؟ خواه اگر قرار باشد که اینا لگی خمیق اگف است، قرار باشد که این کتاب وثیقه است، همه چیز تیار است، خیلی چرا هجرت نمی کنن؟ چرا منتظر گزارش هستند؟ زیرا در این کتاب گزارش فرمان هجرت هنوز وجود نداره، هنوز از لوح محفوظ نیامده یا از آدرس رسول گرامی که حدیث است. امیدوار هستم که همی جواب گرفته باش، خیلی برجسته جواب، لیکن ربط و پیوستنش یا ارتباط دادنش به مطلب مهم. اصلی گپ ساده گپ است. اگر قرار باشه همه چیز در وثیقه است، چرا منتظر هستند که لگد مال شدن ده قبول دارن؟ اینک منتظری نزول وحی الهی هن، یا که بر قرآن یا به حدیث پیام بده. دوم یادتان باشه قصه افک عایشه صدیقه رضی الله عنها. همه میدانین که در قرآن بخاری حدیث است، منافقین دغدغه را بلند کردن که صفوان ابن معطل با عایشه صدیقه رضی الله عنها رابطه نامشروع برقرار کرده به حریم رسول گرامی. قصه برتان معلوم است، بالا از یک ماه در خانه رسول گرامی هم علیه السلام، در خانه صحابه و ابوبکر و عمر، آتش غم می سوزد. آتش غم کاملا یک مشکل عالمی و مصیبت عالمی است، اما هیچ کسی در این راستا چیزی گفته نمیتانه که این راست است یا دروغ است. تا زمانی که وحی الهی آیات سوره نور نازل می شود بر رسول گرامی هم که این دسیسه، این دغدغه و شای پراکنی فقط و فقط از آدرس منافقین در رأسش عبدالله ابن ابی است. اگر امو آیت تا این دم در قرآن هست، اگر قرار بود که این وثیقه هست، خب قبل از این انتظاری در بینش بود دیگه، امو لحظه تیار بود، همه چیز به تعبیر شما نسل جوان فولاب شن، فورا بندش ببین که دروغ است. در حالی که بعد از 30 روز می آید، در حالی که بعد از 30 روز می آید، آلی به درستی فهمیدین که وثیقه قدیمه نیست. قرآن کتاب وثیقه قدیمه نیست، بلکه قرآن کتاب چیست؟ کتاب آسمانی است عزیزان من. این نصوص قرآن کریم مانند این یسالونک یسالونک، چندین جای در قرآن یسالونک می آید، تو را سوال می کنند، بعدا جواب. سیقول السفها، قبله که منسوخ می شود، دشمن اعتراض می کنه، قبل از او اعتراض وجود نداره. داشته های 23 سال قرآن منجمن نجمن نجمن قطعه قطعه نازل شدنش با آواز بلند و اسپیکری عالمیش صدا می زند که من وثیقه قدیمه تیار نیستم، حسب موقع مطابق به نیاز در 23 سال از لوح محفوظ در آسمان در دنیا آمدم. پس امیدوار هستم که مطلب گرفته باشین دوستای من. به اساس یک فرمول دیگری که داشتیم، ما تلخیص درسم داشتیم اگه یادتان باش، شبهه و الله علم پنجمین اعتراض است. بله، پنجمین اعتراض دشمن است که ما جوابش دادیم. اعتراض ایشان همی بود که یک وثیقه قدیمه است، ولی در آخر تلخیص درس یعنی اجمال بعد از تفصیل ایست. قرآن کریم به هیچ وجه وثیقه نیست. چرا؟ زیرا انتظار پیامبرم به وحی با آواز بلند صدا میکنه که وثیقه تیار نیست، منتظر است. یک. دوم، گزارشات آینده ای که در قرآن گزارش داده شده و صدها سال بعد مصداقش دیده میشه، معلوم است که وثیقه نیست. حقایق علمی در قرآن، استکشافات جدید علم روز به تایید داشته های قرآن به صدای بلند صدا میکنه که وثیقه قدیمه نیست، وثیقه قدیمه نیست. از این رو داشته ها
کاملا حق به جای خود می نشیند که قرآن وثیقه نیست، بلکه قرآن کریم کتاب وحی آسمانی است. هنوز نوبت به فلسفه های بزرگای دیگر این دنیا که رؤیا و خواب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم است، نوبت به او نرسیده، لکن اصل مطلب جوابش داده شده. چرا؟ هر آنچه دلایل برای ربانی بودنش است، یعنی قرآن کتاب بشری نیست بلکه ربانی است، الهی است. وقتی که الهی بودنش ثابت شد، نه قول کسی میشه، نه خواب کسی میشه، نه تخیل کسی میشه. ولی با آن هم سیستم دیالوگ و بگومگو یا گفتمان، گفتگوی آرام در برابر اون فکره، او طرز و میتودی جدا داره، او طریقشم جداست، دلایلشان هم جداست، در لباس دیگری هن. مقصدشان با اسلام ستیز مشترک است، لکن از دریچه جدا وارد میدان میشون. از این خاطر بازو به نوبت خودش الله رب العزت من و شما را توفیق فهم قرآن کریم و محبت و ایمان تا دم مرگ نصیب بگردانه. الله رب العزت شما را، حاضرین در غایبین، همه دوستایی که صدا را میشنون، خادمانی قرآن و خادمانی دین بگردانه. دوستای تمنای دعا کرده ان، بیمار دارن، مشکل دارن، مشکلات فقر است، الله رب العزت نظام اسلامی دائم قائم چی؟ دائم قائم، آنچه که مورد پسند خودش است نصیب من و شما افغانها بگردانه و عالم اسلامی را نصیب بگردانه. برادران و خواهران ما که در هر سرزمینی ان، الله تابعداری به دین نصیب بگردانه. آنانی که به فکر اسلام ستیزی رفته ان، الله توفیق برگشتشان را نصیبشان بگردانه.